همونطور که میدونین در یکی دو هفته گذشته شاهد موج جدیدی از اعدام ها توسط قضایی خامنه ای هستیم. چرا دوباره ماشین اعدام شدت گرفته؟ آیا رژیم میتونه با افزایش اعدام فضای انفجاری جامعه رو خاموش کنه؟ آیا رژیم در این اقدامات سرکوبگرانه پیشرفتی هم داشته؟ از دکتر صادق پشفروش دعوت کردیم تا به این سوالات ما پاسخ بدن. با سلام و درود به شما آقای دکتر صادق عزیز و اینکه در این برنامه حضور دارین، ممنونم ازتون، در خدمتتون هستیم. بله، اجازه بدین مقدمتا سلام کنم خدمت شما، خدمت بینندگان عزیز ایران آزادی و براشون آرزوی سلامتی بکنم در نبردی که با این نظام پلید داریم. در خدمتتون هستم برای پاسخگویی به سوالاتی که دارین. درود بر شما، ممنونیم از وقتی که دادین. دکتر، خب الان همونطوری که گفتیم چرا رژیم ناچار شده که ماشین اعدام رو دوباره با شدت به کار بگیره؟ بله، خب ما به کرات دیدیم که وقتی رژیم در واقع عقب میمونه و کم میاره، رو میاره به ماشین سرکوب. و الانم وقتی قیام و خیزش مردم اوج میگیره، جلو میره و حد نمیتونه از بنبست‌ها و تضادهایی که درش گرفتاره بیرون بیاد، خب باز با سرکوب و اعدام میخواد در واقع مسائل روزش رو حل کنه. میبینید که رژیم الان در بردارهای مختلف دچار شکست‌های جدی شده. خب برای اینها هم هیچ گونه راه حلی نداره و در بنبست قرار داره. خب به همین دلیله که میبینیم با این شیوه ها تلاش میکنه که خودش رو بیرون بکشه. به طور مشخص خب مردم چپاول و استثماری که در واقع وجود داره و چپاولی که در واقع آقازاده ها و کارگزارای رژیم در ابعاد بالا، ابعاد میلیاردی دارن انجام میدن میبینن و این فاصله طبقاتی خب فشار زیادی بر مردم وارد کرده. خب یکی از همین عوامله و یا همینطور رژیم شکست های فاحشی خورد روی دو تا پروژه در واقع سرکوب، اونم در واقع موضوع حجاب و مسمومیت دانش آموزان. خب در این دو تا پروژه در واقع به نتیجه ای نرسید و جامعه فرو ننشست از اعتراض و خیزش. همینطور شکستی که ما در سوریه همین روزا بعد از سفر رئیسی به اونجا شاهد بودیم و دیدیم که به چه صورت در عمق استراتژیکش در واقع این شکست و درماندگیش رو در اونجا مشاهده کردیم که دارن به خاطر بنبستی که در اونجا ایجاد شد و اینکه رژیم به عنوان راهبند داره عمل میکنه، دارن اون رو از سوریه بیرون میندازن. و همینطور خیزش مردم و جوانان در بلوچستان و همینطور اعتراضات و اعتصابات بازنشستگان که هیچ گونه راه حلی رژیم برای اون نداره. همینطور درگیری های سران سه قوه و درگیری هایی که در رأس نظامه و هر روز هم اوج بیشتری پیدا میکنه. خب بنابراین همه اینا عواملیه که منجر به این واکنش های رژیم میشه و از همه مهمتر عملیات فزاینده کانون های شورشیه که مال اخبار شب گذشته رو شما گفتید که 10 عملیات کانون های شورشی رو ما داشتیم و شبهای قبل تا 13 تا و بلکه بیشتر. خب اینها مواردیه که رژیم باش مواجهه. همینطور در واقع به مجازات رسوندن عاملان کشتار مردم در نیروی انتظامی و همین آخوندها که در واقع جیرخاران این نظامن و عوامل سرکوب هستن به نوعی. خب اینها مواردی هستن که رژیم در واقع برای فرونشاندن خیزش و قیام های مردم به کار میگیره ولی به نتیجه نرسیده. همین روزا ما تظاهرات و اعتصابات نفتگران و خیزش جوانان و مردم
بلوچستان رو شاهدش هستیم که هر روز به خیابان میان و علارغم همه ترفندهایی که در بلوچستان به کار میگیره که این خیزش رو خاموش بکنه، ولی در جمعه روزهای جمعه بعد از نماز جمعه میبینیم که مردم شعارهاشون هر روز رادیکال تر میشه. و در این هفته دیدیم شعار میدادن سلطنت ولایت 100 سال جنایت، خامنه ای حیا کن مملکت رو رها کن، ایستاده این تا پایان، مرگ بر جمهوری اعدامی، میکشم اون که برادرم کش. خب این شرایط جوشان و انفجاری جامعه است که تا به حال نتونسته علارغم همه ترفندهایی که رژیم به کار برده، خامنه‌ای تحت عنوان ناامنی تو خیابانها دستور اعدام جوانان بلوچستان رو داد و دیدیم در موج اعدامی که ایجاد شد و 67 زندانی رو در زندانهای گوردش و قزلهزار اعدام کردن، از این 67 اعدامی 26 نفر از بلوچستان بودند که در میان اونها تعدادی از زنان بلوچ هم اعدام شدند. بنابراین این وضعیت یک نظام منفور و درمانده است که میخواد سلطنت مطلقش رو بر روی انبار باروتی که هر آن ممکن منفجر بشه از خشم و خروش مردم بنا بکنه. بنابراین تا به حال ما هم دیدیم این اعدام ها نه از تسلط و قدرت این رژیم بلکه از ضعف و درماندگیه و ممکنه روزهایی یا مقاطعی باعث فرونشاندن یا کم کردن آتش اعتراض و خیزش مردم بشه، ولی هیچگاه نتونسته آتش فشان خشم مردم رو در واقع مانعش بشه. بله ممنون دکتر از توضیحاتی که دادین. خب از زمان روی کار اومدن این رژیم تا الان ما اگر اشتباه نکنم 4 قیام بزرگ داشتیم. شما چجوری این شرایط رو بازخوانی و ارزیابی میکنید؟ خب ما در واقع از زمان تأسیس این رژیم که 4 دهه میگذره همواره ما درگیری بین نیروهای مردمی، نیروهای ملی و با پیشتازانش و جلودارانش از یک سمت و نیروهای ارتجاع و رژیم ارتجایی، ما این درگیری رو داشتیم و همواره این دو سو با هم درگیر بودن و کسی که اوضاع رژیم رو دنبال میکنه میبینه که در هر مرحله که تعادل قوا به نفع مقاومت چرخیده، رژیم ماشین قهر و سرکوبش رو به کار برده. بعد از قیام شهریور ماه که به نام قیام مهسا اسم گرفت، رژیم در ماه سوم وقتی با اوجگیری قیام ها مواجه شد، با وارد کردن این ویروس شاه پرستی و خشونت پرهیزی تلاش کرد که بر موج قیام ها غلبه بکنه و مانع سرنگونیش بشه. و حتی ما دیدیم در بعضی شهرهای کردی مثل سقز و سنندج رژیم در مقاطعی حاکمیت بسیار لرزانی پیدا کرد و کنترل کمی بر روی این شهرها داشت. اما تلخترین وضعیتی که ایجاد شد اونم دیدیم که همزمان با سرکوب این رژیم بعضی از رهبران منطقه‌ای پیام میدادن و مردم را به برگشتن و خشونت پریزی و اینکه باید با این رژیم متمدنانه برخورد کنیم فرا می‌خوندن و همینا بود که به این رژیم مدد می‌رسوند و مانع شد که جوانان و شورشگران این رژیم رو در اون شهرها و در اون شهرستانها در واقع کاملا پاکسازی بکنن. امسالم ما دیدیم که یکی از با اوجگیری قیام یکی از فرماندهان سپاه گفت که ما باید انتظار شرایط و قیامی با فرکانس های بالاتر رو داشته باشیم. در واقع به خوبی رژیم از و اراده مردم رو برای اینکه بتونن این رژیم رو به زیر بکشن فهمیده و دیده. به طور مشخص ما در جریان 7 اعدام که در زندان های گوردش و قزلحصار رژیم انجام داد،
اعتراضات مردم در جلوی زندان گردش رو دیدیم که با فریاد یا حسین یا حسین میخواستن مانع اعدام بشن و با رژیم درگیر شدن و رژیم هم با شلیک اونها رو تلاش کرد که به عقب برونه. بنابراین این شرایط و این وضعیتیه که الان رژیم در بنبست اون قرار گرفته و به این صورت ما میبینیم قیام آینده ضعف‌ها و کمبودهای 6 ماه گذشته و قیام گذشته رو نخواهد داشت و در خیزشی بالاتر و با شرایطی مسلط‌تر از جانب مردم به پیش خواهد رفت. بله، خب برادر شما دکتر، آیا رژیم با ایجاد موج اعدام‌ها موفق به خاموش کردن این فضای انفجاری جامعه که الان توضیح دادید میتونه بشه؟ بله. خب اگر ما بیایم 8 ماه گذشته رو مد نظر بدیم و بازخوانی کنیم، میبینیم که جامعه به سرعت در یک جاده آمادگی برای اینکه وارد یک درگیری نهایی با این نظام بشه قرار داره میگیره. خب مردم الان دیگه به هیچ وجه حل مشکلاتشون رو در این رژیم جستجو نمی کنن. از این رژیم در واقع عبور کردن برای و فهمیدن برای عبور از فقر و حل مسائل معیشتی که دارن باید این نظام پلید رو سرنگون کنن و رژیم هم اینو به خوبی میدونه. هر جرقه‌ای میتونه منجر به آتش بشه، آتشی بشه که در واقع این بار دیگه نمیتونه از اون گریزی داشته باشه. اگه توجه داشته باشین علاوه بر حملات زیادی که توسط مردم علیه آخوندها ایجاد شد، خب تعدادی از نیروهای انتظامی هم هر روز ما میبینیم که خبر کشته شدن و مجازاتشون رو داریم. به طور مشخص از تاریخ 10 اردیبهشت تا 20 اردیبهشت 5 نفر از نیروهای انتظامی و از افسران و سرکردگان انتظامی به دست مردم در درگیری با مردم در سراوان و اصفهان و هرمزگان، زنجان و اهواز کشته شدند. برای همینم وزیر کشور کابینه رئیسی جلاد احمد وحیدی اومد با اشاره به این وضعیت اومد گفت که استفاده از سلاح‌های سرد مثل سلاح‌های گرمه و باید درباره میزان بازدارندگی اینها و مجازاتش بیایم وارد بشیم و برای اینها مجازات تعیین کنیم. یعنی در واقع رژیم ما میبینیم که با این شیوا از تمام ظرفیت‌های سرکوبش داره استفاده میکنه، چون که میبینه که الان جامعه داره وارد فازی میشه که خودش به مجازات عناصر سرکوب داره اقدام میکنه و اعدام و سرکوب بیفایده است. خب صورت مسئله اصلی رژیم الان در این شرایط فعلی چی هستش و تا به حال چه میزان توی اون پیشرفت داشته یا برای اون موفق بوده برای انجام اون؟ بله، صورت مسئله اصلی رژیم که همواره هم وجود داشته حفظ حاکمیتش به هر قیمته و برای این بیشکافه. سرکرده قضاییه، سردشقیم قضاییه اژه‌ای تو سفرش به کردستان تو 15 اردیبهشت میگه وضعیت کنونی به این معنا نیست که حالا دیگر تمام شده و دشمن کاری نمیتواند بکند، بلکه به جد باید هم هوشیار باشیم و غافل نشد. باید هوشیار و مراقب باشیم که دشمن مجدداً از جایی دیگر سر نیاورد. بنابراین رژیم به خوبی میدونه که این خیزش ها سر باز ایستادن نداره. همینطور سرکرده نیروی دریایی سپاه پاسداران وحشت رژیمش رو و عناصر رژیم رو به این صورت میگه و یادآوری میکنه، میگه سال 60 شرایط این طور بود که ما وقتی میرفتیم دیدار امام راحل به ما میگفتن ترورتون میکنن، مجاهدین میزنن، 17,000 نفر را زدن. اینم وحشت خمینی در اون موقع. اما خامنه‌ای که
میبینه که الان با موج در واقع خیزش و قیامی که در تقدیره نمیتونه مقابله بکنه و نمیتونه رو در روی خیزش های دلاوران بلوچ در زاهدان قرار بگیره، بنابراین میخواد پاسخ رو با اعدام بده. اما پاسخ اصلی این اعدام ها با آتش بالاتر و عملیات بیشتر بر علیه مراکز سرکوب رژیم هست و میبینیم که این روزها این عملیات بسیار گسترش چشمگیری داشته باشه. بنابراین به هر میزانی که این نظام اعدام بکنه، پاسخش رو باید برای به هم زدن تعادل قوایی که این رژیم به دنبالش هست با آتش بالاتر داد و رسیدن به اون نقطه‌ای که رژیم دیگه نتونه اعدام بکنه و پاسخ هر اعدامش رو با آتش بالاتر جوانان شورشی و شورشگران در شهرها بگیره. بسیار ممنونیم از شما دکتر صادق عزیز و توضیحات کاملی که در این رابطه دادید. ممنون از حضورتون. خواهش میکنم.